سلام به همه علاقمندان حوزه فناوری چت چند وقتیه که مورد توجه اکثر علاقمندان به این حوزه قرار گرفته و کلی کاربرد ویژه برای کسایی داره که توی اینترنت دنبال محتوای جدید میگردن توی این ویدیو میخوام نظر چت رو در خصوص عملکرد آقای زاکانی شهردار تهران با هم بررسی کنیم مثل یه انسان یه یه مشاور کنار شما نشسته جت جی و به سوالات شما پاسخ میده احتمالا در مورد این خیلی شنیدین میدونید که مثلا میتونید بهش بگین که برام یه جوک بگو یه متن مقاله رو بدید برات خلاصه بکنه یا اینکه حتی محتوای درون یخچالتون رو بهش بدید و براتون پیشنهاد غذا تهیه کنه و حتی کد برنامه نویسی شدهتون رو بهش بدین براتون دیباگ بکنه یا الگوریتمش رو براش بنویسین براتون برنامهش رو تهیه کنه پس یه طیف وسیع از امکانات داخل چت جی پیتی هست همونطور که میدونید توی سرمایه گذاری این ایلان ماسک و شرکت مایکروسافت حضور داشتن و تعداد قابل توجهی اطلاعات مختلف میگن 175 میلیارد داده رو بهش خوروندن به این سیستم و در نهایت یه همچین چیز عجیبی رو بیرون دادن شما فقط کافی همونطور که میبینید چت اوپن ای پی سایت www.openapi.com رو بزنید لاگین کنید یه اکانت بسازید و وارد چت جی پی بشین فعلا رایگان هست ولی مطمئنا در آینده نچندان دور این هم به صورت یک حق اشتراکی میخواد خدماتش رو به ما بفروشه خب این اکانت اکانت آماده است ما بریم سراغ این که ببینیم نظر چت در مورد عملکرد شهردار تهران چیه من میتونم به چندین زبان از جمله زبان فارسی برای چت جی پی بنویسم و منتظر پاسخ چت باشم بهش سلام دادم میدونید تو زبان فارسی با یه تأخیری متن شما رو آماده میکنه و در اختیارتون قرار میده و اما تو زبان انگلیسی بسیار بسیار سریع این کار رو برای شما انجام میده یه مقایسه هم همینجا داشته باشیم همونطور که مشاهده میکنید سریع من حال این اسکرول کرده بودم به ما خیلی سریع جواب داد خب ادامه بریم سراغ سوالاتی که میخوایم ازش در مورد عملکرد آقای زاکانی شهردار تهران سوال کنیم خب بگیم که وظایف شهرداریها شهرداری ها چیست میخوایم ببینیم اصلا وظیفه شهرداری چیه و بعد نسبت به اون فاکتورهایی که میگه ازش سوال بیشتری بپرسیم انگ... مثل یه آدمی که داره فکر میکنه هی صبر میکنه صبر میکنه بعد شروع میکنه تایپ کردن تو تایپ کردنش هم جالبه یه مقدار متن میزنه یه استوب داره دوباره شروع میکنه این رو تکمیل کردم میگه وظایف شهرداری بسته به قانون و تنظیمات کشور منطقه متفاوت اما در کل شهرداری مسئول ارائه خدمات شهری به جامعه و مدیریت امور شهری هستند برخی از وظایف شهرداری ها عبارتند از حالا شروع میکنه دسته بندی کردن مدیریت مالی و بودجه شهرداری نظارت بر ساخت و ساز و توسعه شهری و برنامه ریزی ارائه خدمات شهری از جمله آب فاضلاب پسماند نورپردازی، تعمیرات، جاده ها و معابر و غیره حفظ نظم و امنیت شهری از جمله نظارت بر قانون و نظم عمومی آتش نشانی و امداد و نجات ردیف پنجم اجرای قوانین و مقررات و مصوبات شورای شهر ارتباط با جامعه محلی و پاسخگویی به شکایات و درخواست شهروندان و بعضی از شهرداری ها همچنین مسئولیت مدیریت پارک ها و فضای سبز توسعه صنایع محلی و و فرهنگ و آموزش و پرورش و سلامت رو بر عهده دارن ببینید تفاوتش با جستجو توی اینترنت چیه شما میتونید گوگل کنید مثلا چیه یه چهار سایت به شما میده تا در نهایت بری یه دونه رو پیدا کنید ولی این میره لابلای اونا میگرده و انگار داری ازش سوال میپرسی و سوالت رو جواب میده این نیستش که یه مونولوگ باشه خب حالا بریم سراغ اینکه آیا وظایف برف روبی و باز کردن معابر در هنگام برف و باران بر عهده شهرداری ها هست ببینیم چی جواب میده ببینیم اینا سوال ها ما مثلا میتونیم فقط یه به قول معروف توی کوتیشن گوگلش بکنیم یا عالم سایت برای میاره که در موردش حالا یا کسی صحبتی کرده یا مثلا کلمات کلیدی که ما مد نظرمون هست توشه ولی این داره انگار داری ازش یه سطح خیلی بالاتری از جستجو رو میخوای میگه بله برف باز کردن مواد در هنگام برف بار بر عهده این فعالیت به عنوان یکی از خدمات شهری برای حفظ نظم و امنیت در شهرها شناخته میشه پس یکی از اون ردیفایی که اون بالا گفت به عنوان مثال شهرداری ها معمولا به منظور حفظ ایمنی عمومی و تسهیل, تسهیل تردد مردم به برفروبی و باز کردن معابر اقدام می کنند. برای این منظور شهرداری از تجهیزات مختلف مثل کامیون و برفرو و تجهیزات پاشش نمک و شن و ماسه و غیره استفاده می کنند. بسیار عالی. خب اگه شهرداری هنگام برف شدید اقدام به باز کردن معابر نکرد چطور آیا وظیفه وزی... ای از این محل مربوط به شهرداری هست این چی جواب میده پس برفروبی همونطور که هممونم هم میدونیم آره وظیفه شهرداری و با باز کردن معابر که جز یکی از اون ردیفایی بود که به صورت کلی به ما جواب داد بله در صورتی که شهرداری در هنگام برف شدید اقدام به باز کردن معابر نکند این مسئله میتواند باعث مشکلات جدی برای شهروندان و ترافیک شهری شود بله مصاحبهش دیدیم تو این چند هفته اخیر تو شهر تهران در این شرایط شهروندان میتونن با تماس با شهرداری و مراجعه به سایت شهرداری اعلام خسارت کنن جدی <applause> شما اگه خسارت گرفتیم ما هم گرفتیم به طور کلی شهرداری ها مسئول ارائه خدمات شهری و حفظ نظم و امنیت در شهر هستن باید از تجدید منابع خود برای بهترین نفع به بهترین نفع استفاده تا نیاز شهروندان را پاسخ دهند اگر این کار را نکردند چی میشه مثلا اینجوری براش مینویسیم مثلا جوابمون نمیده این هوش مصنوعی انگار داری خیلی آمیانه ازش سوال می‌کنیم ببینیم چه جواب میده اگر جواب نداد بعد سوالمون یه مقدار اصلاح کنی داره فکر میکنه اگر شهرداری در هنگام برف شدید اقدام به باز کردن معابر نکنن ممکن است ترافیک شهری بسیار آزمایشگاه شود و مشکلات برای و شهروندان رانندگان به به عنوان مثال ممکن است خیابان ها بسته شوند و شهروندان به مشکلات مانند دسترسی به خدمات پزشکی او چه چیز جالب ببین از یه جستجوی ساده خیلی بیشتر شده داره فکر میکنه میگه به مشکلات مثل دسترسی به خدمات پزشکی امداد نجات مدارس محل کار خود برخورد هنگام عدم برفوی معابر میتونه باعث آسیب خود را و تصادف رانندگان که به عنوان یک عامل خطرناک برای سلامت و امنیت عمومی در نظر گرفته میشود در در نظر گرفتیم شاید به همین دلیل شهرداری باید معمولا برای پاسخ به چنین شرایط آمادگی دارند و با این کار توجه میکنن تا مشکلات ناشی از برف شدید برای شهرنا حداقل شد اگر شهر داری به وظیفه خود عمل نکرد به خود درست عمل نکرد و برف باعث ترافیک و تصادف و مشکلات دیگر بشه کوتاهی از سمت کی هست کی مسئوله داریم چی میگه چه چی یه چیزی هم در نظر بگیرید یه سری سوالات رو خیلی شفاف بهتون جواب نمیده مثلا سوالاتی که در حوزه سیاست بپرسین خیلی راحت بهتون مثلا برای همچین چیزی لرن نشدم یا پریدیکشن ها رو به صورت خیلی مستقیم ازش بپرسین در مورد پیش ها بهتون جواب میده مگه اینکه یه ترفندی داره که تو ویدیوهای دیگه بهتون بعدی بهتون میگم که چه جوری میتونید ازش پیش های عدد و رقم بگین مثلا پیش در خصوص قیمت یه محصول خاص خب بریم ببینیم جواب در که به وظیفه خود در ارائه خدمات شهری به مناسب عمل باعث مشکلات برای, مسئولیتی برای داری شهر مسئولیتی شهرداری است دوستان شهرداری شنیدین اینو من نمیگم و اینو چتی پیتی داره میگه با عبارت دیگه شهرداری مسئول اجرای وظایف خود در زمین های فلان و بهمان است در صورتی که شهرداری در این زمینه عمل کرد به واسه بروز مشکل باعث در مورد شکایت پیگیری قرار و مسئولیت قانونی از طریق سازمان‌های قضایی و قانونی بر عهده داد... قانونی مراجعه به دادگاه حتی تجربه از محل اجرای ویزاه خود ممکن است به شهرداری تحمیل شد یه سری لغت ها رو میبینی که مثلا تو این همه متن که نمیشه دو سه تا لغتش یه خورده مثلا بی ربطه ولی خب چون به زبان فارسی داره میبینیست اینا رو شما انگلیسی سرچ کنید هم سرعت پاسخته ای سریع تره هم کلماتی که استفاده میکنه خیلی نزدیکه بعد جالب براتون میگم که میرین توی حوزه مثل مثلا مشاوره یه جایی واقعا شاید بترسید انگار یه آدم اون داستان نشسته و داره با شما حرف میزنه خب بذار ازش بپرسم میدونی الان شهر داره ته، شهر داره تهران کیه ببینیم چی جواب میده البته اطلاعاتش تا 2021 بوده ها یعنی الان اطلاعاتی که به این سیستم خوروندن تا 2021 در حال تا تاریخ مهندس علی نجفی اطلاعاتت اشتباه هست چون الان محمد زاکانی شهردار تهران است اطلاعاتت مربوط به گذشته هست خب اینو چی میگه تا نجفی رو توی دیتابیسش داره و هی داره لرن میشه این سیستم اطلاعاتش فکر کنم تا 2021 -20 حد اکثر اطلاعاتی که بهش تزریق شده و حالا بعد ببینیم چی میگه بله دقیقا درست است پوزش میتونم که اطلاعات من در این مورد قدیمی است در حال حاضر از تاریخ بحث شما محمد زاکانی ها... ببینید یه چیزی داره دیگه بالاخره وقتی هم بفهم این هوش مصنوعی انقدر مصنوعی نیست دیگه وقتی میفهمه یه اطلاعاتی رو نداره یا اشتباه کرده میاد معذرت خواهی میکنه راحت آقا پوزش میطلبم اشتباه کردم و خودش رو اصلاح میکنه عالیه خب عالیه نظر تو در مورد آقای آقای شهردار چی هست؟ پنل نظرش رو چی میگه در مورد شهردار داره فکر میکنه ببینه چی بگم چی نگم چیزی نگم فرد و بچه های شهرداری بریزن سرمون به عنوان یه هوش مصنوعی من نمیتونم داوری شخصی در مورد شخصیت شخصی آقای شهردار یا هر شخص دیگری داشته باشم همانطور که میدانی تشکیل نظر... تشکیل نظر در مورد فردی نیاز به بررسی ویژگی قبیل سابقه کاری رفتار رسال نظر و اظهار نظرها عملکردها غیره داره همچنین در مواردی میتواند نظرات مختلف در بار یک فرد وجود داشته باشد نظر عمومی مردم شهر تهران در خصوص عملکرد شهر محمد زاکانی به عنوان شهردار تهران چیست بریم ببینیم اینو چی جواب میده میبینید خیلی باهوش یعنی خیلی راف نمیاد به شما یه چیزی رو بگی قشنگ در موردش فکر میکنه و سعی میکنه اون جوابی که منطقی تر از نظر سیستم ماشین به شما جواب بده به عنوان یه هوش مصنوعی من نمیتونم دوباره دقیقا اظهار نظر کنم که نظر عمومی مردم در مورد عمل عملکرد آقای زاکانی به چه صورت است البته از طریق رسانه های اجتماعی و سایر رسانه ها می توان به نظرات و انتقادات مختلفی اما برای به دست نظرمون بهتر است از روش آیا اطلاعاتی در خصوص نظرسنجی در مورد عملکرد محمد زاکانی وجود دارد؟ ببینیم چی میگه میدونید این رولی که باهاش میرین جلو خیلی مهمه هی چیزای مختلفی تو صحبتهایی که داره به شما میگه میتونی ازش بپرسی که مسیر یه دیالوگ رو عوض میکنه در من اطلاعات در مورد نظر سنجی های اخیر در مورد عمل کرده زاکانی به عنوان شهردار تهران ندارم اوکی. اگر وظیفه وظیفه شهرداری اگر یکی از یکی از وظایف شهرداری تهران حل مشکل ترافیک و برف روبی در زمان بارش برف باشد و در این زمان شهر دارای ترافیک سنگین و سنگین و برفروبی درست انجام نشده باشد آیا می شود گفت که عمل کرده زاکانی به عنوان شهر داره تهران مناسب نبوده از آقا اینو من دارم از ماشین میپرسم جوابش هر چی مشکلی هست خود برین یقه چت جی پی تی رو بگیرین من قبل اینکه جوابشو بنویسه بگم آره داستان نشه بعدن خب پس می چت جی پی خیلی قشنگ در مورد اینجور چیزها چیزا به ما سو... به سوالات ما جواب میده حالا یه مقدار روی اینجور موارد با دقت بیشتری داره اظهار نظر میکنه که به هر حال بدیهیه که همچین چیز غیر از این هم نمیتونسته از یه هوش مصنوعی بخواد خب بسی به شرایط عباد مختلف اگر در یک حادثه و در شرایط خاص برف شدید عدم عملکرد چی شد؟ ارور داد بذار چیکارش کنه؟ روی بکنیم ببینیم چی میگه؟ یه بار دیگه سوال ازش بپرسیم مثل سوال بزنیم ببینیم چی میگه خب من سوال بیرم اینجا بزنم یه ارور میگیره دیگه از این وقت. ببینیم حل میشه ارورش خب منتظر این چی جواب میده به آه خب داره به عنوان محصول برای حل مشکلات استرافیکی و برفروبی نباید فقط به یک بار اتفاق محدود شهر تهران رو در نظر گرفت او چه جوابی میده بلکه باید به طور جامع و مستمر از کیفیت عملکرد شهرداری در مدیریت ببین چقدر باهوش جواب میده من دارم یه پوینت ازش میپرسم و میگم مثلا اینجوری شده و اینا حالا داره به من جواب میده که نمیتونی یه نقطه رو در نظر بگیری بلکه باید به طور جامع مستمر کیفیت این بنابراین بر اساس یک کاسه نمیتونه نظر قطعی در مورد کارکرد زاکا آی زاکانی یه سوال دیگه ازش بپرسم آیا تو نسبت خانوادگی یا دوستی با محمد زاکانی داری که اینطوری دفاع کردی ازش به عنوان شوخی ازش بپرسیم ببینیم چی جواب میده و این مسئله نیازن همکاری چند نهاد و سازمان او آفرین خیلی جواب قشنگی داد اه. ولی خب به هر حال همیشه اون آخرین چیزا رویدادها تو ذهن آدما میمونه دیگه بذار بره تا آخر جواب و کافی تاثیر به طور کلی برای ارزیابی نیاز به بررسی جامع مستمر عمل کرده آیا تو نسبت خانوادگی بود یا دوستی با محمد زاکانی داری که اینطوری دفاع کردی ازش ببینم چی جواب میده اینو به صورت شوخی ازش پرسیدم خب منتظریم ببینیم چیه ولی خب انصافا جوابی که داری میده منطقیه میگه تو نمیتونی یه روی داده فقط داری. من یه هوش مصنوعی هستم من ندارم رابطه خانوادگی یا دوزی با هیچ فردی از جمله محمد زاکانی بنابراین هیچ تأثیری از روابط شخصی نسبت به پاسخ من در مورد عمل کرده شهرداری شهردار تهران ندارم پاسخ من بر اساس منطق و ارزوی عملکرد شرطه تران وظیفه در محلی و لاخر صورت گرفت آفرین چه خوشگه این جواب خوشم میتونیم هم نسبت به جوابی که میده عکس لشون نشون بدین که اینا میره تو ماشین از طریق یادگیری ماشین داره خودش رو میکنه خب بسیار هم عالی دیگه چی بپرسم آها بهترین شهردار تهران کی بوده دیگه از آقای زاکانی بیایم بیرون ببینیم میتونه به ما بگه بهترین شهردار تهران کی بوده تا به امروز ولی کاش میپرسیدم که مثلا تی مثلا حالا یه بازه زمانی براش انتخاب میکنه ولی حالا بذاریم جواب چی میده اگر چیز بود یه دوباره یه سوال محدود ترش میکنم بر برای پاسخ به این سوال باید بر اساس معیارهای مختلفی همچون بهبود کیفیت زندگی شهروندان مدیریت شهری رشد اقتصادی توسعه فضای سبز و غیره شهرتان مختلفی را ارزیابی کرد همچنین شهر, شهر تهران در دوره های مختلف بر اساس مسائلی مانند تعداد جمعیت نیازهای شهری، شرایط اقتصادی و سیاسی، سی، تغییرات آب و هوایی و غیره متفاوت بوده که می تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد شهر داشته باشد. حالا جواب بده. امکان مقایسه شهرداران مختلف در دوره های مختلف دشواره. خب حالا منم میدونم سخت این کار. اصلا نمیدونم همچین گزارشی تاله شورای شهر داده بگیم مثلا کی بهتره از بین شهرداران چهل ساله نه چهل زیاده بیس سال اخیر کدام یک عمل کرده به کدام یک به صورت کلی عمل کرده بهتری داشتند بزرگیم جواب میده تا اینجا پس به ما گفتش که یه سری وظیفه شهر داری که این وظایف رو باید انجام بده که خب خیلی از این موارد درون اون قرار گرفته بود ما دا داستان بهروبی رو ازش پرسیدیم اما خب اینکه بگه که یه سونو بگه در مورد شهرداری اقدام نکرد ولی گفت جزء وظایفش رو باید بهش اقدام کنه اگر شهروندان از یک یکی از این وظایف شهرداری دچار خسارت بشن میتونه برن شکایت کنن فلان و بهمان که حالا بالاتر هم توضیح داده بود دوباره چه این چه جالب سالی که ازش میپرسیم که چیز هست میاد میگه همانطور که قبلا گفته شد یعنی داره به ارجاع میده که یه بار من اینو گفتم ام به دلیل کسی از معیار مختلف در این شهر به طور قطعی بدون ان به شهرداری خاص کار دشوار است بنابراین بهتر است مختلف تصویر کلی از همه در طول 20 سال ها در نظر گرفت خب بریم یه سوال دیگه یکی دو تا سوال دیگه ازش بپرسیم و ببینیم که چی جوابمون میده خب داره همونو داره با یه ادبیات دیگه به من جواب میده که خیلی کار گسترده ایه و یه سری شاخص های اینجوری وجود این شاخص ها رو باید ارزیابی کرده و در نهایت بر اساس جمعیتی که هر موقعی از این بازه زمانی شهر تهران داشته انتخاب شهردارا رو این کیه دکتر قمرانی پنازدهی گلپایگانی تندرویی در دورهای مختلف چاله نمیدونم به ترین شهر دنیا از نظر امک... امکانات شهری کدام شهر است؟ ببینیم چی جواب میده این جواب بده بعد یه سوال دیگه هم ازش بپرسم فکر میگوارم هر سال این انت... انتخاب انجام میشه تو دنیا دیگه بلژیک بیشترین موارد شهرهایی که تو بلژیک بودن به عنوان بهترین شهر رو انتخاب میشه هر سال البته که حالا ببینیم چی میگه بازم یکی از پرتکتر پر مخاطره ترین از تا زمین شهر شهرنشین چه جالب اما ب... جالب ببین سوالی که ازش پرسیدم داره بهم میده که یکی از سالهای پرتکرار اما به دلیل وجود میره متعدد مشخصه بهترین شهر دنیا از نظر امکان شهری کار ساده نیست بسیار شهر امکانات و کیفیت چیز دارن ام... آه این دیگه هوا رو هم ازش بپرسم راستی ببینید مسئولیت آلو دیگه هوا بالاخره با کیه هر کی که میگیم که جواب نمیده دیگه بالاخره هر روزم داره شرایط بدتر میشه فکر کنم امسال فقط ام... یه... کمتر از یه ماه فکر میکنم حدودا کمتر بعد چیز باشه هوای تمیز داشته شهر تهران به همچنین شهرهای همچون دوبه سنگاپور سیدنی تورنتو زوریخ ونکوور به دلیل کیفیت زندگی میتونم به تمام مجلس گردشگر سرمایه‌گذار متوجه در نهایت معیار اولویت شما به عنوان شهروند یا گردشگر در انتخاب ببین جالبه داره تو زوایای مختلف به مسئله نگاه میکنه و میگه که حالا اینا متفاوته با باش قبول کردیم از شما که به ما یس و نمیگی چت جی پی تی که چه جوری ولی به ما به صورت غیر مستقیم گفتی که مسئولیت به صورت مستقیم غیر مستقیم نه مسئولیت های شهرداری تهران رو گفتی و گفتی که باید بهش عمل کنن اگر عمل نکنن داستان به چه قراره مسئولیت مسئولیت چی میشه رفع آلودگی هوای شهر تهران بر عهده کدام سازمان و نهاد دولتی میباشد؟ باشد ببینیم چی میگه تو هم میندازین گردن هم دیگه اگر هم یه مسئول داشت خب قاعدتا نباید وضعیت اینطوری می بود دیگه حالا هر روز هم هی بدتر میشه دیگه همه داریم تو این شهر زندگی میکنیم برای کسی هم پوشیده نیست که حالا دیگه هوا تا هوا هم تمیز میشه دیدی همه تق و تق عکس میگیرن از کوه و دشت و دمن و ابر و اینا استوری میکنن توی شبکه های اجتماعی رفاقت شهر تهران این مسئله پیچیده چند چنبودی بستری رو برای مسئول چندین سازمان نهاد دلار فراهم کرد اوه اوه چه جوابای قلمبه سلمبه هم میده مثل واقعا مثل یه مشاور یه ایجنت داره به من جواب میده این سازمان نهایی دولت به صورت مشترک و هماهنگ برای مدیریت آلودگی هوای شهر تهران و تحقق اهداف محیط زیستی کار کنن. بعضی از سازمان نهادهای دولتی که نقش مهمی در مدیریت آلودگی هوای شهر تهران دارند، عبارتند از اوه سازمان حفاظت محیط زیست خب این که معلومه این سازمان برای حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران مسئولیت‌های مختلفی بر عهده دارد شرکت آب و فازلا. این شرکت هم مسئول اصلی برای جمعوری و پالایشگاه پالایش و فاضلاب شهره ببین چه قشنگ جواب میده سازمان رو میگه و میگه توی این چارچوب رولش چیه حمل و نقل مدیریت ترافیک خب سازمان حمل و نقل که زیرم... آره دیگه در شهر از جانب تدابیری همچون توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی آقا خدا وکیلی خیلی قشنگ جواب میده سازمان بهداشت و درمان این بله چی پیشگیری و کنترل بیماری های ناشی از آلودگی هوا و افزایش سطح سلامت جالب بود بله دیگه سازمان شور خب یعنی شهرداری تهران مسئولیتی در قبال آلودگی در قبال رفع آلودگی هوای شهر تهران ندارد چند پچه همش بذارم چی میگه؟ چهار پنج سازمان رو به کار برد توضیحاتش هم داد که هر کدوم چه وظیفه ای دارند. برو 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 ببینیم چی جواب میدی چه پیتی نه شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از نهادهای دولتی و مسئولیت هایی در خصوص محیط و به بهبود کیفیت هوای شهر تهران دارد این شهرداری می با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب همکاری واسه سا... پس یه چیز شد دیگه یه کاری بین سازمانی 7 تا هم متولی داره خب احتمالا دیگه حالا کی رئیسه کدوم کدام؟, کدام 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 یک از این سازمان ها به عنوان مسئول اصلی رفع آلودگی هوای شهر تهران هست خب چهار تا پنج تا سازمان شد دیگه کدومش البته خامو حمل و نقل ترافیک عملا شهرداریه دیگه ببینیم چی جواب میده چت جی پی تی اطلاعات فوق العاده ای در حوزه دیگه هم بهتون میده یعنی مثلا حل مسائل ریاضی نمیدونم یا دو تا قابلیت دیگه داره تا این ویدیو بهتون میگم که حتما برین یه اکانت درست بکنی روش ساخت یه اکانت هم چون این اکانت ها داستان داره براتون توضیح در حوزه محیط به بهوته که هر بسیاری از سازمان و نهادها دولت مسئله با من مثل سازمان محیط فلان و مهمان سازمان شهرسازی گفتم چیکونه یکی از این بمونه هست و آب و و حمل و و سایر سازمان ها. و نهادهای مرتبط با این حال هر یک از سازمان ها و نهادها بر اساس ماموریت و اهداف خود جهت به بودی که آها هر کی کار خودش رو بکنه دیگه هی کوردینیتور یه ال... چیز نداره دیگه کوردینیتور میگن دیگه نداره خب بسیار هم عالی دیگه چی میخوایم ازش بپرسیم اسم شهرداران تهران تیه سی سال گذشته را می دانی؟ اسم اینا رو میدونه بله حسین مرتضوی، پشت تا شست صدری صفت شاهبور گل محمدی مشکین فام نوریزاده خاتمی گل محمدی دوباره قالی باف. پس چیز چی شده اشتباه است اعتمانه ای؟ چی هم جزو شهرداران تهران بوده چرا چرا لیست شما نیست ای این الناس نیک خاکیه اوه داره پیشمینی میکنه بقیه رو یعنی چی یعنی نگرش دیگه قاطی کردی چه چی پیتی بزنیم نه بگذاریم دیگه از اینکه بهش بگیم غلط بوده لیستت که اصلا جو چاله نشا تو لیست شما نیست ببینیم چی جواب میده بله پیام پیام بود کرباسی نه این اطلاعات شما اشتباه است بلش کن خب پس دیدیم چت جی تا یه حدودی جواب سوالات ما رو خیلی خوب داره میده قابلیت ویژه‌ای داره مثلا شما میتونید یه سری توضیحات در مورد یه موضوعی بدید و بهتون عکس تحویل بده کاربرده بسیار ویژه‌ای در کسایی داره که توی مثلا لوگو طراحی لوگوی برندی دارن کار میکنن کد uh, و اینا هم که گفتم کدای برنامه‌نویسی میتونین بهش بدین دیباگ کنه براتون کد بنویسه حتی uh, بچه‌ای که توی حوزه عمل معامله گری اینا دارن کار میکنن بهشون بک هم میده که uh, بتونن یه کد می‌نویسه بتونن با پاین اسکریپت بک بگیرن توی تریدینگ ویو برای خودشون و کلی اطلاعات و کارهای جالبی در اختیارتون می قرار میده یه سری اطلاعاتش خب احتیاج به uh, به روز رسانی داره یه سری اطلاعات رو اشتباه به شما میده خیلی واضحه و قسمت عمده ای از توضیحاتی که به شما میده توضیحات خوبیه که میتونید ازش استفاده کنید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین حتما برای ساخت چت جی یه ویدیو کوتاه یک دقیقه من ساختم توی کانال گذاشتم ازش میتونید استفاده کنید خیلی راحت یه شماره فعال براتون ایجاد بکنه و میتونید دسترسی پیدا کنید اطلاعات بیشتر یه لینکی هم تو توضیحات این ویدیو گذاشتم که ازش بتونید استفاده بکنید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. موفق و پرسود باشید خدا نگهدار